سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در هفته اخیر پایان یک سریال تلویزیونی که از شبکه 3 صدا و سیما ایران پخش می‌شد باعث واکنش گسترده‌ای بین مقام‌های دولتی و مخاطبان در فضای مجازی شد. تا جایی که محمود واعظی سخنگوی دولت گفت دولت حق دارد از صدا و سیما به خاطر این سریال شکایت کند. گاندو نام نوعی تمساح است که در سیستان و بلوچستان زندگی می کند. سریال داستانی امنیتی سیاسی دارد، اما به گفته عوامل آن از جمله کارگردان و نویسنده 80% داستان سریال واقعی و مربوط به پرونده جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست است که بعد از ماها بازداشت و اتهام جاسوسی پس از برجام مبادله شد. همینطور نگاهی که سریال به تیم مذاکره کننده هسته‌ای، به اعضای دولت حسن روحانی، بحث راندخاری، آقازادگی و غیره دارد هم واکنش مقام‌ها را در پی داشته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به سریال گاندو و بحث پیرامون آن، چرا یک مجموعه داستانی تا این حد واکنش سیاسی داشته، این سریال و مشابه آن تا کجا تقابل جناح‌های سیاسی ایران را روشن می‌کند و این تقابل چگونه بر سرنوشت رویارویی ایران و آمریکا تاثیرگذار است. در این برنامه فعلا سه مهمان داریم: تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس، حمیده آصفی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما هستند. اما قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم اجازه بدین که تیزری از سریال رو ببینیم که بدونیم راجع به چی داریم صحبت. هیچ فرقی نمی کنه که دنیا بدونه تو کجایی، یه هیچکی جواب نیستن. این فرمان آغاز عملیاته. تمام. بخشی از سریال گاندو بود. آقای، من قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع بکنم میخوام تک تک نظرتون رو راجع به سریال بپرسم. میدونم که دیدید سریال رو. آقای مهدوی آزاد، نظر شما چی؟ ببینید، به نظر من این گاندو یک اتفاقات یک کیفرخواست خیلی خوب برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. سطح ظاهری گاندو این هستش که پروژه نفوذ آقای خامنه ای، در واقع توهم آقای خامنه ای یا شاید تاکتیک آقای خامنه ای رو توجیه بکنه. سطح بعدیش ظاهرا این هستش که سعی میکنه با دولت روحانی، با جواد ظریف، با اینها مقابله بکنه. منتها زیربنای گاندو دو چیز بسیار خطرناکه. اول اینکه اتمسفر امنیتی کشور رو در واقع داره عوض میکنه. چیزی که از اتمسفر امنیتی ایران میسازه در سطح سرمقاله های روزنامه کیهان، از توی این فضا سازی هاست قطع های زنجیره‌ای در میاد، بگیر و ببند در میاد. و یا مسئله مهمتر این هستش که سعی میکنه بخشی از جامعه، در واقع بخشی از جامعه مدنی ایران رو نابود میکنه. 20 ساله که میگن روزنامه‌نگاران ایرانی جاسوسن. از اون زمانی که آقای مصباح یزدی گفت 20 میلیون دلار آوردن، حدود 20 سال گذشته. محض رضای خدا تو این 20 سال یک دونه روزنامه‌نگار جاسوس پیدا نشد. با این حال الان سردار عیسی شریفی به جرم جاسوسی در زندانه. به گفته احمدی نژادی ها مدیر کل بخش اسرائیل در وزارت اطلاعات و بعد اطلاعات سپاه به جرم جاسوسی اعدام شد. ده ها سردار سپاه به جرم جاسوسی در واقع اعدام شدن. اینم در واقع یه جورایی نابود کردن بخش مدنی ایران هست، در واقع تضعیف کردن بیشتر روزنامه نگاران، تغییر فضای امنیتی کشور به نفع جریانی که نه تنها با هر گونه مذاکره مشکل داره، بلکه اساسا مثل گاندو عادت داره چیزی رو نجه و همه چیزو بخوره و حالا میخواد تمام اقتصاد ایران رو ببنده. صحیح. آقای صفی، نظر شما چی از شما در تهران هستید؟ فکر میکنم که سریال در ایران هم زیاد دیده شده. بله، ببینید، این سریال گاندو در امتداد تاریخ نگاری مستند هسته مرکزی قدرت در ایران. خب از قبلم فیلم سیانور بوده، قلاده های طلا بوده، مستند بازرگان بوده، مستند آیت الله منتظری بوده. یعنی یک روایت تاریخی به زعم به نفع خود هسته مرکزی قدرت، در اصل یک تحریف تاریخی که نشون نهاد بدن که دشمن در همه جا نفوذ کرده و هر آنچه که
هسته مرکزی قدرت و جناح راست افراطی علیه دولت و اصلاح طلبان مطرح میکنن، علیه روزنامه‌نگاران مطرح میکنن، کاملا درسته. کمان که در یکی از سکانس این فیلم، اونجا که نشست داره آقای جیسون رضاییان با روزنامه‌نگاران، هنرمندان و بخش صنایع و یه بخش دلالی که عموما مثلا به عنوان دور زدن تحریم هسته‌ای بوده، در حالی که خب متعلق به اون جناح هست، که میخواد نشون بده که جاسوسی اینها در نفوذ در روزنامه‌نگاران، هنرمندان و بخش خصوصی خواستن کاری بکنن که تأثیرات تحریم‌های امریکا قوی‌تر بشه. و نهایتاً اینو ربط میدن به مسئله دولت و مسئله برجام، که میگه اینها بودن که به هر حال به گونه‌ای خط دادن و برجام رو به عنوان یک قرارداد استعماری، به عنوان یک قرارداد بعد به هسته مرکزی قدرت تحمیل کردن. این اشاره جالبی هست که شما کردین، چون در یکی از در قسمت یکی مونده به آخر یا فکر کنم قسمت آخر هست، قهرمان اصلی داستان وقتی که داره صحبت میکنه با اون نماینده‌ای که به قول معروف از وزارت خارجه اومده، یه جوری همین رو میگه، میگه میخواین شما وانمود کنید که با این قرارداد هسته‌ایتون هست که دارید این پولا از آمریکا میگیرید، در حالی که خودتون هم میدونید که با این کاری که ما کردیم و در واقع به قول معروف این جاسوس رو گرفتیم دارید این پول رو از آمریکا پس میگیرید. آیه رحمانی، به نظر شما این چطور تقابل دو جناح رو اینقدر رو میخواد نشون بده؟ چرا تا این حد در صدا و سیما به این شکل کاملا آشکار راجع به این قضیه صحبت میشه؟ ببینید چرا نده؟ ببینید معروف با بعضی که ترامپ وجود آورد و دست دولت روحانی برد بالا، حالا ناکارآمد یه دولت سر جای خودش، اصلاح طلبانم به سلام معروف فشل شدن. ببینید در زندان در سال 1379 بازجوی سپاه به من میگفت پژوهش های هدا صابر که فدراسیون فوتبال به سفارش داده بود درباره فوتبال ایران، خدمت به اطلاعاتی است که به آمریکا میده. از نظر اینا هر کس که تحقیق و پژوهش کنه و این پژوهش و تحقیق رو به سلام معروف خارج از دید اینا انجام بده، برای به غربیا سیگنال داده. یعنی به عنوان شهروند جاسوس است، مگر عکسش ثابت میشه. وزارت اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه به اصطلاح معروف کلاسش به قول خود اطلاعاتی ها لیگ برتری نیست. وزارت اطلاعات میگه ما لیگ برتری شدیم، خارج از کشور یارو خارج کنترل میکنیم، داخل یارو داخل. اطلاعات سپاه میگه مثل لاجوردی توره میندازیم، همه رو میکشیم. ببین مفهوم جاسوسی برای اینا خیلی گسترده است. این سریال در بهترین زمان ممکن مثلا آتیش شده، دولت دست پایین داره، وزارت اطلاعات تحقیر باید بشه، درسته که خود اینا میدونن ضد جاسوسی دست وزارت اطلاعاته. بس به نظر من یه فضای مناسبیه برای که با این ادبیات بیان اینا نگاهشان اینطوریه. جمله که آقای مهدوی آزاد گفت، مفهوم جاسوسی رو طوری بکنن که هر شهروندی جاسوس مگر عکس ثابت بشه. جیسون رضاییان بارها تاکید کرده که جاسوس نیست و در مصاحبه‌ای که همین چند وقت پیش هم با بی بی سی داشت یک بار دیگه در مورد کتابش این رو تاکید کرد. ما به او ایمیلی فرستادیم که البته نمیدونیم ایمیل رو دریافت کرده یا نه، واکنشی به اون ایمیل نشد و اصلا کلن واکنشی به این سریال هنوز نشون نداده. اما اینکه به هر حال 4 سال پیش او از ایران آزاد شده به آمریکا رفته، فکر می‌کنید چرا تا این حد عصبانیت از دست او الان آقای مهدوی آزاد که بیان یه همچین سریالی رو در مجموع 80% اونطور که خود عواملش سریال میگن بر اساس داستان جیسون رضاییان هست؟ ببینید توی جای داستان اون سربازجو میگه که CIA به دنبال، از قبل از مرگ بن لادن دنبال یک رهبر مناسب برای القاعده میگرده. اون محمد که در واقع آدم خوبه قصه هست، میگه آها به همین دلیل هستش که بین زرقاوی و ملا محمد عمر اختلاف افتاد. اون قهرمان اصلا سرش با حالت عاقلانه در صفحه تکو میده، میگه دقیقا همینطوره. در صورتی که شما یه اطلاعات اولیه داشته باشید میدونید که ابو مصعب زرقاوی 5 سال قبل از بن لادن مرد، سال 2006 در عراق مرد، ضمن اینکه زرقاوی برای القاعده بود، ملا محمد عمر برای طالبان.
اینو برای چی گفتم؟ برای که در این داستان اصلا حقیقت وجود خارجی نداره. هدف ساختن به سبک سرمقاله‌های کیهان یک فضا، یک اتمسفر امنیتی به نفع منافع اقتصادی اطلاعات سپاهه. اینو برای این توضیح میدم که بدونید از جیسون رضاییان هم حتی عصبانی نیستن. اینجا حتی هدف جیسون رضاییان نیست. حتی به گمان من هدف محمد جواد ظریف نیست. هدف این هستش که در کنار اینکه در واقع چاپلوسی آقای خامنه‌ای رو بکنن، نفوذش بگن درسته، ادامه همون دعوایی که از مهر 96 بین آقای نجات از سازمان اطلاعات سپاه و علوی وزیر اطلاعات ایجاد شد. اینکه کی دست بالا رو در کشور داشته باشه. برای هدف تثبیت گفتمان امنیتی سپاه پاسداران بر کشور هست، نه حتی تحقیر جیسون رضاییان، نه حتی تخریب محمد جواد ظریف به عنوان هدف. در قسمت‌های آغازین سریال شما متوجه نمی شید این نهاد امنیتی که دارن صحبت میکنن و درش داستان میگذره کدوم نهاد امنیتی است، تا اینکه در میانه مثلا قسمت 5 و 6 فکر میکنم یه جایی معلوم میشه که یک صداهایی از واجا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میاد به دست این نهاد میرسه و معلوم میشه این نهاد وزارت اطلاعات نیست، بنابراین احتمالاً اطلاعات سپاه هست. اما بحثی که مهمتر از این هاست این هستش که وزارت خارجه به نوعی این رو به خودش گرفته. سخنگوی وزارت خارجه گفته که اینها درست نیست. آقای آصفی فکر میکنید آیا اصلا وزارت خارجه بارها همواره عنوان شده که امکان نداشت برجام انجام بشه بدون رضایت آقای خامنه ای؟ فکر میکنید الان این جور واکنش داشتن دادن، اینکه وزارت خارجه رو در واقع در گوشه‌ای بندازن و اینطوری راجبش صحبت بکنن، وزارت خارجه اینطوری بیاد واکنش نشون بده، برای چی هست؟ برجام تماما اجزایش و تمام سیرش لحظه به لحظه به هسته مرکزی قدرت گزارش می شده و بدون اجازه اون هسته منعقد نمی شده این قرار داد. و به دلیل اینکه دیر مذاکرات رو شروع کردن با آقای اوباما، نتوانستن قرارداد جامع الاطرافی رو انجام بدن و در کنارش که قرار بود برجام های 1، 2 و 3 هم انجام بشه، توی دهن آقای روحانی زدن که شما این حق رو ندارید دیگه، فقط در همون حیطه باد باشه. لذا الان که آقای ترامپ از برجام خارج شده و احتمال این هست که به زودی انگلستان و سایر شرکای اروپایی هم خارج بشه و عملا دیگه موضوعیتی پیدا نکنه و این خواهان و این خواسته جناح راست افراطی و هسته مرکزی قدرت هست، یعنی برجام در آستانه فروپاشی، در آستانه اینکه دیگه کامل ایران هم به یک نقطه برسه که خارج بشه و بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه نیروهای داخلی خودشون رو، نیروهای هوادار خودشون رو و همین که فضاسازی های فرهنگی بیان که این تحمیلی بوده و در حوزه نفوذ بیگانه بوده، این برجام جاسوس ها این رو راه انداختن، نیروهای غرب زده این رو راه انداختن. متوجهم همه اینا رو آقای آصفی، ولی به هر حال الان وزارت خارجه در موضع ضعف قرار داره. اون چه که براش تلاش کرده برای سالیان سال تا به برجام برسه، آمریکا ازش خارج شده، برجامی وجود نداره. به قول معروف الان وزارت خارجه دو دستش رو بالا گرفته. چرا الان باید همچین اقدامی رو انجام بدن؟ خب به هر حال باید هزینه این شکست برجام رو یک جناب بوز بلاگردان بشه دیگه، جناب باید قربانی بشه و الان وقت تصویه حساب جناهی با بخش بروکرات های نظام، با بخش اصلاح طلبی که حالا به عنوان اصلاح طلبی جا افتاده تو جامعه. واقعیت اینه که چون احتمال منازعه، دوز منازعه بالا هست و بگن که نمیشود دیگه با برجام های دیگر ایران رو از این بحران نجات داد، این رو دارن زمین سازی میکنن به نظر من که برای اون تقابلی که ممکنه احتمالاً در آینده نزدیک بین ایران و امریکا رخ بده و برای همینه میخوان که دست نیروهای بروکرات وزارت خارجه رو، دست دیپلمات ها رو ببندن و جناح نظامی دست بالا رو در عرصه قدرت پیدا بکنه. نویسنده سریال جایی قبل از مصاحبه اخیرش که دیروز مثل این که بوده میگه که این 100% تخیلی هست. بعد در مصاحبه که با فارس داشتن دیروز عوامل فیلم گفتن نه 80%ش داستان جیسون رضاییان هست، مو به مو، و بقیهش تخیل هست. آقای رحمانی فکر میکنید که صدا سیما چرا ظرف ماهای گذشته تا این حد در مورد جایگاه در واقع اینجور پرونده ها داره کار میکنه؟ ما یک مجموعه مستند هم دیدیم در شبکه 3 سیما. از شما چه اتفاقی داره میفته؟
یه چیز در نظر بگیرید، اصلا ما کاری به جیسن رضاییان نداریم. ما باید نیست که این تخیلی هست یا نیست، اصلا جیسن رضاییان جاسوس هست یا نیست که ما خبر نداریم. بحث این است که وقتی که یه تریال ساخته میشه، شهروند ایرانی، هر کس که یه مقدار شهرونده رو وقت میکنن به اینکه بهش میگن جاسوس، این خطرناک میشه. چون ما میدونیم همه کشورها اصلا اطلاعات میگیره. ولی یه چیزی توی سریال خیلی مهمه، چه چیزی هست که شما به اصطلاح مخفی، مفهوم چیه؟ تولید در ایران بخوابه. بزرگترین بالاکنده قاچاق خود سپاهه. خب این که اطلاعات دادن نیست. جیسن رضاییان که اگه بخواد اطلاعات بده، از این چیزا که اطلاعات نمیده که. باید سپاه بیا سریال بسازه درباره که چه کسی اطلاعات موشکی سپاه بهش دادن، داد که الان اعدام شده آقای زواره. خود چون اعدام کردن کارمند فضا هوایی وزارت چی سپاه بوده. خب در این سریال میخواد بگه آقا شهروند اساسا نباید هیچ تماسی داشته باشه با اون چیزی که ما جهان خارج میدونیم. یه دقت کنید، این فضا در سریال خیلی مهمه. و بعد به شهروند میگه در مقابل این، من فقط به تو امنیت میدم. وزیر کشور امروز میگه آقا 35% تو چند ماه نارامی ها کمتر شده، چون مردم قدر امنیت رو میدونن، چون اگه گرسنه باشن امنیت بسیار مهمتره. این واقعی حرف درستیه، مردم به امنیت بسیار توجه دارن. ببینید سریال در یه خط خاصی پیش میره، این خط هم بسیار معروف اون اکشن ها حالت های هیجانی امکان داره بخشی از مخاطب متوجه نشه، چون سریال خوش ساخته شده دیگه. شما مثل فیلم های هالیوودی پای قضیه میشینی. این سپاه بود، شما شاهد یه سپاه بودی مثل بالیوود، هالیوود، اینا دنبال یه سپاه بودن و آقازاده ها رو میزنن، در صورتی که سردارزاده ها همچنین علیه السلام نیستن که توی ساختار اقتصادی ایران، سردارزاده ها که امکانات بیشتری دارن. این خاطر ولی فضای، ببینید فضای سریال هم جامعه مدنی هدف میگیره، هم دولت رو. منتها یه چیزی شما دقت کنید، آقا خامنه ای و استپا نمیخواد این دولت رو نابود کنه، میگه این دولت دنبال من بیاد. قرار بود آقای روحانی سپاه دنبال خودش بکشه. ترامپ که از برجام اومد بیرون، این سپاه با آقای خامنه ای است که دولت رو در دیپلماسی دنبال خودش میکشه. آقای ظریف الان ناچار انعکاس بده سوالات اونا رو. منتها برای من مهمه، جامعه مدنی هم در این سریال باید مرعوب بشه. چون این جامعه مدنی که مرعوب میشه، دولت هم ضعیف‌تر میشه. چون جامعه مدنی صداش بلند میشه، معمولا اول مخالف سیاست های آقای خامنه‌ای و سپاهه. به خاطر این هم باید در نظر در این سریال گرفت. این سریال یه روند اینجوری داره، حالا موفق بشه یا نشه یه بحث دیگه است. شما دقت کنید حمایتی که سایت فارس از این سریال کرد، حمایتی که دیگران کردن و عصبانیت دولت هم واقعیت. خب تو خیلی دروغ تو این سریال هست، حرفای دروغ. چرا فکر میکنید دروغه؟ من اینم خواستم از آقای مهدوی آزاد هم بپرسم، این که میگید حمایت مثلا فارس، حمایت باشگاه خبرنگاران جوان، تسنیم، خبرگزاری هایی که طرفدار سپاه هستن، حتی روزنامه کیهان و جوان، اون یه بحثه. این که به قول معروف ارزشی ها در توییتر، فضای مجازی به شدت دارن حمایت میکنن، دفاع میکنن، با افتخار راجع به این سریال صحبت میکنن، اینا همه یه بحثه. ولی ما واقعا در جزئیات این که چی پشت درهای بسته در مثلا مذاکرات بین ایران و آمریکا گذشته که خیلی نیستیم، هیچ کس نیست واقعا. چرا همه آقایون فکر میکنید که دروغ هست بخش عمده ای از چیزهایی که در این سریال از طرف در واقع شخصیت های داستان گفته شده؟ آقای رحمانی. ببینید همین بحث این است که چرا دروغ هست. بخاطر اینکه ببینید ما همون که میگید، ببینید مفهوم چیه. بزرگترین دروغ این سریال اینه که میگه اینا میخوان تولید داخلی لوازم خانگی ما رو به اصطلاح بخوابانن. خب لوازم خانگی که همش سپاه کالای قاچاق، مواد قاچاق میاد، کروبی هم بو، لوازم خانگی که خود سیاست های اینا خوابانده، تولیدی که سیاست های خود اینا خوابانده. ببینید ناراضی کردن مردم، خودشان میگن، ببینید خود این اصولگراها میگن تحریم ها 20% اثر داره، 80% ناتوانی داخلیه. توی سریال میخواد همه رو بندازه گردن جیسن رضاییان، چون مایکل هاشمیان، چون اطلاعات گرفته این لوازم خانگی ها ایران بخوابانه. بابا اصلا لوازم خانگی ایران شما خود جان خواباندی، یعنی اقتصاد ایران غیر تولیدی کردی. خودت هم میگی 25 میلیارد
دلار کالای قاچاق تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق، اینا اکثرا لوازم خانگی، لوازم صوتی و امثال هم که تولید در ایران خوابانده. حتی توی سه ماهی که تحریم ها شروع شده شما یه سری تولید داره راه میفته به سختی. ببینید این دروغ بزرگ توی سریاله و اینا میچسبونه به اون دختر نقاشی که میخواد یه نمایشگاه عکس در خارج چیز کنه و اونم میکنه یه جاسوس. ببینید این یک رگه است، جامعه مدنی رو میزنه، تولید داخلی رو میزنه، همه رو میخواد دنبال خودش بکشه، ناتوانی خودش هم میخواد بیاد گردن آمریکا. بله، من تشکر میکنم آقای رحمانی، ضمن اینکه معرفی بکنم بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار از پراگ رو، متاسفم که ما مشکل فنی داشتیم و طول کشید تا بتونیم با آقای قلی‌پور وصل بشیم. نمیدونم آقای قلی‌پور شما بحثای ما رو شنیدید یا نه، ولی اگه ممکن هست من میخوام نظر شما رو هم در مورد این سریال بدونم. من میدونم که شما این مدت تقریبا در هر قسمتی که پخش شد یک نظری از شما خوندم روی توییتر، بفرمایید که نظرتون چیه در مورد این سریال. با سلام خدمت دوستان و ببخشید که در واقع من دیرتر به جمع دوستان پیوستم. من در واقع متاسفانه فرصت نشد ببینم دوستان چه چیزی گفتن، اما سعی میکنم خیلی سریع ابتدای بحثم رو برم روی فیلمشناسی در واقع فیلم‌های سینما و سریال‌هایی که توی 40 سال اخیر در ایران تولید شده. تقریبا بر آماری که من استخراج کردم 32 تا فیلم و موضوع سیاسی امنیتی در ایران در واقع تولید و پخش شده و 7 سریال هم در کنار پخش شده. گاندو یکی از این سریال هاست که در واقع جنجال برانگیزه. ما در واقع پیش از گاندو فیلم ضیافت رو داریم، فیلم سلطان رو داریم و فیلم قلاده های طلا داریم که ما به ازای بیرونی داره. به طور خاص در مورد فیلم سلطان که دوره آخر آقای هاشمی منتشر شد، بحث بر این بود که این فیلم در مورد آقای کربوشی ساخته شده و در مورد عملکردیشون در شهرداری. در مورد در واقع قلادهای طلا که همه در واقع تقریبا میدونن سوژه چی بوده، اعتراض 88 بوده، ما تقریبا از اون زمان تا سال در واقع 92 94 تا سال 94 مستند یا سریالی در خصوص مسائل امنیتی تقریبا نداریم، یا اگر داشتیم در حد مستند بوده. بعد از اینکه برجام در واقع امضا میشه، آقای خامنه‌ای یک سخنرانی داره که مبنی بر این که ما باید مراقب نفوذ در کشور باشیم. به اعتقاد من آقای خامنه‌ای فکر میکرد که در واقع اگه برجام امضا بشه دست دولت آقای روحانی باز خواهد شد برای جذب کارشناسان خارجی یا دوتابعیتی ها. از اون زمان به بعد نیروهای امنیتی در واقع اولویتشون گذاشتن به پیدا کردن راه‌های نفوذ یا مصادیق نفوذ که رهبر جمهوری اسلامی در مورد اون هشدار داده بود. آماری که منتشر شده، یعنی از تیر ماه 94 تا آبان 96 در جمهوری اسلامی 32 تابعیتی دستگیر شدن که از این 32 تابعیتی 19 نفرشون در واقع دو تابعیتی هستن که تابعیت اروپا دارن. بعد از این که در واقع این دو تابعیت توی این مقطع دستگیر شدن که مهمترین اینها کاووس سید امامی هست، خانواده نمازی هست، نزار زکا هست، جیسون رضانیان هست و نازنین زاغری هست، قانون رضا شاهینی هست و عبدالرسول دوری اصفهانی هست که در واقع عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود. در مورد آقای دوری اصفهانی یک مستند ساخته شده که کمتر دیده شده به نام تورنتو 521. این مستند در واقع اومده تلاش کرده که نشون بده که آقای دوری اصفهانی جاسوس در واقع یک دو تابعیتی بوده که جاسوسی میکرده از جمهوری اسلامی برای طرفای مذاکره. این مستند در مجلس پخش شد و زیاد سر صدا نکرد و احتمالاً کسانی که سازندش هم بودن تلاش نمیکردن که بخوان این رو در واقع مثل گاندو از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بکنن. یک سریال دیگه هم، در واقع یک مستند دیگه هم بعد از تورنتو 521 پخش میشه به نام خارج از دید. این در واقع مستند خارج از دید در واقع اومده بحث کرده در مورد نزار زکا، خانواده نمازی که به تازگی آزاد شد آقای زکا. بله، که در واقع اومده بحث کرده، استدلال کرده و تلاش کرده که اینها رو دو تابعیتی نشون بده که قصد نفوذ در جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی رو داشتن و قصد خرابکاری و جاسوسی داشتن. در واقع این دو تا مستند پیش زمینه ساخت گاندو بوده.
یعنی این دو تا مستند احتمالاً کسانی که سازنده بودن به این نتیجه رسیدن که بران سراغ گاندو و گاندو رو بسازن با در واقع این شکل و شمایلی که حالا دیده شد و باستاپ هایی پیدا کرد و به طور خاص هدفی هم که داشتن در واقع هدفشون این بود که نشون بدن که سپاه پاسداران چشم بینای جمهوری اسلامی هست و نفوذ اتفاق افتاده در بالاترین سطح در واقع حاکمیتی یا دولتی اتفاق افتاده و ثابت کنن که رهبر جمهوری اسلامی اگر دغدغه مبنی بر نفوذ داشت مصادیقش در دولت آقای روحانی پیدا شد، در خانواده آقای روحانی پیدا شد، در دولتیشون پیدا شد. قلی‌پور پیدا هم شد، یعنی تونست نه اینکه در واقع منظور این هست که یه عده‌ای رو از اطرافیان و نزدیکان آقای روحانی بازداشت کردن، از جمله برادر او رو، نه اینکه بگم حالا اینها ما واقعا نمیدونیم تا چه حد اینها با کی در ارتباط بودن یا این قضیه نفوذ و اینها چی هست، ولی منظورم این هستش که بر اساس یک پرونده هایی صحبت میکنن که پرونده های واقعی است. ببین من چند تا نکته خیلی مایلم خیلی سریع بگم در مورد این مسئله. ببینید جیسون رزیان در کتابش میگه وقتی که منو بازداشت میکنن کارشناس پرونده فکر نمیکرده که من فارسی بلدم. یعنی این چیزی که در گاندو گفته میشه که ما یک ماه کار اطلاعاتی کردیم یا چندین ماه یا چندین سال کار اطلاعاتی کردیم در مورد حالا این آقایی که مایکل هاشمیان هست، کارشناس پرونده در جهان واقعیت نمیدونسته که ایشون فارسی بلده. این یک نکته. نکته بعدی که 13 تیر ماه همین در واقع هفته گذشته کارگردان گاندو با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده، اونجا یه نکته خیلی مهمی گفته. ازش سوال میکنن که آیا آقای جیسون رضاییان در محافل آقای روحانی هم شرکت داشته، در واقع نشست های خبری شرکت داشته؟ کارگردان میگه نه، ایشون شرکت نمیکرده، ایشون عواملی داشته که اونجا شرکت میکردن. یعنی این بحث هایی که الان مطرح میشه که آقای جیسون رضاییان یا مایکل هاشمیان به قدری به آقای در واقع رئیس جمهور نزدیک بوده که تم آدامسش رو میدونسته، از اساس شما میبینید که کارگردانی که ادعا داره که اونجا هم در واقع بحث میکنه که به ما پرونده ها رو دادن و ما خوندیم و بر اساس این ساختی، این رد میکنن. نکته ای که دیگه میخوام بهش اشاره کنم اینه که بعد از اینکه سریال تموم شد، در واقع حالا جناح رقیب در شبکه‌های اجتماعی دو تا تصویر منتشر کرد. یکی تصویر آقای آشنا با کابوس سید امامی که نشون بده که یا القا بکنه که آقای آشنا هم جزء کسانی هستش که در واقع با دو تابعیت یا با نفوذی ها در جریان بوده، و یک تصویر منتشر میشه از آقای واعظی مسئول دفتر آقای روحانی با نزار زکا که این هم نشون بده که بله این در واقع گاندو سریالی بود که یک بخشی از واقعیت نشون داد، یک بخش زیادی از واقعیت این تصاویری که ما پخش میکنیم. نکته اصلی و اساسی که من در مورد در واقع پرونده حالا مایکل هاشمیان و آقای رضاییان دارم اینه که ما در این چند ساله که پرونده ایشون مطرحه، حتی یک تصویر از آقای جیسون رضاییان در نشست های مطبوعاتی آقای روحانی، در محافل آقای روحانی یا محافل حالا جایی که به لحاظ خبری خبرنگارا میتونستن برن، دست کم ما از جناح رقیب ندیدیم ثابت بشه. واقعیت این هستش که خود آقای رضاییان میگه که اصلا هیچ تصویری مشخص پخش نکردن از این اتهاماتی که در مورد من مطرح کردن، هیچ در واقع گواهی رو منتشر نکردن. نکته آخرتون رو بفرمایید آقای. حالا من رو بحث تکمیل شما یه نکته میخوام بگم. ببینید اتهاماتی که در گاندو، سریال گاندو، در پرونده آقای مایکل هاشمیان منتشر شده، قبلش در سایت مشرق نیوز و وطن امروز منتشر شده، مبنی بر این که آقای، حتی در دادخواستش هم همچین اتهام مشابهی اومد، انتقال تصمیمات مسئولان دولتی یا حاکمیتی در دور زدن تحریم ها. به طور مشخص اتهام ایشون این اعلام شد، در دادگاه هم این اعلام شده. منتها بحث اینه که اگر این مسئله که به عنوان جاسوس تلقی میشه آقای رضاییان، اگر فرض رو بریم که این کارو کرده باشه، همین هفته گذشته صدا و سیمای ایران، تلویزیون ایران، برنامه حرکت کشتی
نفتی دولت آقای روحانی رو به چین منتشر کرد. صحیح. یعنی این مصداق بارز یک در واقع لو دادن یک متوجه وزارت نفت هم اعتراض کرده و در سطح شورای عالی امنیت ملی این پرونده الان مطرح هست. آقای مهدوی آزاد، بذارید بحث رو یه ذره گسترده‌تر بکنیم از این بحث سریال، چون فکر می‌کنم بنز کافی راجع به سریال صحبت کردیم. بحث تقابل دو جناح در داخل حکومت ایران هست که تقابل تازه‌ای نیست، به هر حال تقابل گروهی هست که فکر می‌کنند باید با آمریکا همواره در حالت خشم و دعوا باشن و گروهی که فکر می‌کنند می‌تونن با آمریکا وارد مذاکره بشن و به هر حال از او امتیاز بگیرن. شما فکر می‌کنید که میدونیم که اون گروهی که اهل مذاکره هستن الان دست بالا رو ندارن با توجه به اتفاقاتی که افتاده، فکر میکنید این چه تأثیری در شرایط فعلی مملکت داره؟ ببین، البته بگم دوباره تحلیل سریال گاندو رو من اشتباه میدونم، این که خاطر که سر تا پاش اطلاعاتش غلطه در مورد بازداشت خواهرزن رئیس جمهور خانم طارق قیومی منظورشون هست. خب بعداً رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه ای از او دلجویی کرد، وزیر اطلاعات از او عذرخواهی کرد، یا تصاویر خنده‌داری که ساخته میشه که جیسون رضاییان داره داد میزنه مگر شما نمیدونید با کی طرف هستید. اصلا فعالان سیاسی روزنامه‌نگارانی که سپاه من ژنرال جنگ نرمم، شما نمیدونید اگر با دولتی‌ها ارتباط داشته باشن اصلا اونجا پنهان میکنن، واسه اینکه وادارشون میکنن به تکنویسی علیهشون، اصلا کسی نمیگه، یا اینکه دستور بده واسه من هات داگ بخرید. ببین، کل ماجرا یه سناریوی خنده‌دار مبتذل از نوع رایش سومی است برای الغای دو چیز. اولین موضوع که گفتم پروژه نفوذ آقای خامنه‌ای رو درست کنه. دومی مسئله، شما الان در شبکه‌های مجازی میتونید پیدا کنید که این پاسخ به سوال شماست. شما میبینید در شبکه، در نویسندگان افسران جنگ نرم مکررن این جمله تکرار میشه که خدا رو شکر این بچه‌ها بودن، اگه نه کشور رو میفروختن. ببینید، سوال این هستش که آقای خامنه‌ای، آقای طائب، اون چهار تا آدم به چه جرأتی، به کدام پشتوانه، به چه اجازه ای مقابل اکثریت مردم، دولت، مجلس، حالا هر چی که هست، با هر ساختاری، با همین شبه دموکراسی، اصلا دموکراسی سیرک می ایستن؟ جوابشون رو اینجا داره میده که اگر ما نمی ایستادیم کشور رو میفروختن. این بازی تبلیغاتی دقیقاً به همین هدفه، یعنی همون بازی که از سال 96 شروع شد بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. این سوالی که الان شما میکنید بین دو جناح که دست بالا رو میگیرن، در واقع تاکتیک القای این موضوع به افکار عمومی است که اگر سازمان اطلاعات سپاه نبود، کشور رو دولت، مجلس، شورا همه میفروختن، و به همین خاطر در واقع این زمینه سازی میکنه، توجیه میکنه دخالت سازمان اطلاعات سپاه در هر حوزه ای رو. کسی که این فیلم رو باور میکنه از این به بعد دیگه هر چیزی رو باید باور کنه. اگر تمام کشور هم بگویان یه چیزی بد است، آقای طالب تنهایی بگه خوبه، یعنی باید بپذیرید خوبه، یا بالعکس. بنابراین چرا حالا در این فرصت استفاده میکنم؟ واقعا اینکه فرصتش همین الانه، الانه که برجام شکست خورده، دولت روحانی سرافکنده است، الانه که میتونن بگن دیدید آقای خامنه ای درست میگفت من با آمریکایی ها اعتماد ندارم. بنابراین در واقع الان وقت تصفیه حسابهای قدیمی است. بهترین موقع واسه گرفتن ماهی از این آب گلالود دقیقاً همین الانه، نه یک سال پیش، نه تا یک سال آینده. آقای آصفی، در صحبتایی که ما آقای مهدوی آزادم کردن اشاره شد، آقای مطهری مطلبی نوشته و انتقاد کرده از این سریال و گفته که این در واقع داره کل نظام رو زیر سوال میبره، داره میگه تمام نظام یک نظام فاسد هست، توش فقط این در واقع بخش اطلاعاتی سپاه یا این سپاه هست که فقط سالم مونده، بقیه همه راندخار و آقازاده و فاسد و غیره هستن، یا دارن مماشات میکنن، یا دارن مملکت رو میفروشن و غیره. آیا واقعا میشه چنین تصویری از حکومت ایران رو در داخل مملکت دید؟ آیا مردم هم چنین تصویری رو میپذیرند و فکر میکنن که اینطور هست؟ حالا من تحلیل آقای مهدوی آزاد رو، خصوصا بخشای آخرش رو، کاملا قبول دارم. یه نکته هم هست که اینجا میخوام عرض کنم خدمتتون که ما الان بعد از 23 سال که در وضعیت دوگانه سازی حکومت بودیم، به این نتیجه جامعه رسیده، یا حداقل جامعه سیاسی رسیده، که خیلی جناحی که موسوم به اصلاح طلب هاست و موسوم به جناح بروکرات های معقول و حکومت هستن، این قرائتی رو که از قانون اساسی دارن در میارن که میگن سپاه و نیروهای سپاس اینجا دیگه، اینها فارغ از قانون اساسی، خارج از قانون اساسی دارن عمل میکنن، به نظر من اینجوری نیست. یعنی من این رو اشکال ساختاری رو در خود قانون اساسی میبینم
که این اجازه رو به سپاه داده که در تمام حیطه‌ها دخالت بکنه. وقتی میگه حافظ انقلاب و دستاوردهای انقلابه، دیگه این تفسیر بردار نیست، تفسیر معین نیست که سپاه باید به پادگان‌ها برگرده، سپاه در تجارت دخالت نکنه، سپاه در فرهنگ دخالت نکنه. و این چیزی که آقای مطهری هم اینجا داره مطرح میکنه، یعنی قائل به همون جناح بندی هست که میگه خب وجود داره و اینها دارن اشتباه میکنن و خارج از حیطه مثلا اختیارات قانونی خودشون حرکت میکنن. به اعتقاد من با توجه به این تسلبی که در خود قانون اساسی الان هست و در عمل هم ما با یک آزمون خطای 23 ساله 24 ساله آمدیم جلو، انتخابات های متعددی رو جامعه برای گریز از فشارها و مشکلات خودش انتخاب کرده جناح اصلاح طلبی رو، به این نتیجه رسیده که واقعا دست اصلی قدرت و هستی اصلی قدرت جای دیگه است. و اون چیزی که آقای مطهری داره میفرمایه به نظر من خب حالا یه گلایه اصلاح طلبیه بیشتر یه گلایه اصلاح طلبیه، ولی در این که الان همکار عزیزمون که دوست عزیزمون که صحبت کردن که گفتن یا شما بود آقای قلی پور، بله آقای قلی پور مطرح کردن، نه معذرت میخوام خود دوستمون آقای تغییر رحمانی بحث آقای برادر آقای رئیس جمهور رو مطرح کردن. بحث آقای رئیس جمهور اصلا بحث جاسوسی نبوده، بلکه بحث فساد اقتصادی بوده. الان این ترکیب به گونه ای شده، یعنی اینقدر این فساد سیستماتیک شده که این فساد به نوعی در خیمه دولت، در اردوگاه دولت به اصلاح طلب ها رفته دیگه. اصلاح طلب و دولتی که خودش به رانت آلوده است، خودش به فساد آلوده است که نمیتونه اصلاح طلب باشه. بنابراین من تصور میکنم این گلایه‌ای که آقای مطهری میکنه یه گلایه درون داخلی به اصطلاح چیز خودشونه، ولی اگر میخواد به سپاه و به هسته اصلی قدرت بگه که تو داری خارج از قانون اساسی عمل میکنی، به نظر من با خانشی که میشه از خود قانون اساسی کرد و این اجازه رو داره که بخواد در همه حیطه ها نیروی مثل سپاه مداخله بکنه و اختیارات خود مقام رهبری که الان همه میگن کفشه، یعنی همه جناح اصولگرا میگه کفشه، به نظر من تعارضی نداره. و این دیگه آخرین به نظر من دست پایی بود که ما و جامعه مدنی ایران در حیطه قانون اساسی و دگان سازی در حاکمیت برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل بکنیم و یک تنفسگاه و زیستگاه تنفسگاهی برای خودمون درست بکنیم، به نظر من دیگه مسدود شده و بسته شده. اشاره جالب می‌کنید آقای آصفی. همین چند روز پیش فکر می‌کنم هفته پیش بود، آقای خاتمی که به هر حال به نوعی میشه گفت رهبر اصلاحات در ایران هست، هم رهبر جناح اصلاح طلب دست کم در ایران هست، هم گفته که شکست اصلاح طلبی به معنی پیروزی براندازان هست. آقای رحمانی، آیا داریم به اون نقطه میرسیم؟ داریم به نقطه شکست اصلاح طلبان میرسیم؟ میدونیم که به شدت تضعیف شدن. این سوال خیلی خوبه. شکست اصلاح طلبی یه مفهوم نیست، براندازی هم موفق میشه. من معتقدم ما وارد باطلاق داریم میشیم. ببینید سال 1176 1167 مجاهدین مشی مسلحانش هم به بنبست رسید. سال 76 اصلاحات شروع شد، 10 سال. خب اگر اصلاح طلبی کاملا منتفی بشه و ناتوان بشود، شما وارد یه دوره تعلیق میشید. یه دوره تعلیق هم فعلا به نفع آقای خامنه ایست با توجه به رفتار ترامپ. ببینید سپاه پاسداران داره همه رو میگیره، اکثر مردم مقبول امنیت هم روشن تکری به الیت. در سال 1396 یک نفر از الیت جامعه به نارامی ها و اعتراضات سال 96 به ترس تحلیل نپیوست. وقتی جامعه شما چند بخشی شده، یک بخشی دست سپاه و با اون پول و با اون پول قاچاق. ببینید شما قاچاق داری، دولت، نه برای حکومت پول داره یه مقدار. خب یه بخشی از جامعه هم داره، طبقه متوسط که میامد به اصلاحات رای میداد ناامید میشه. خب وقتی ناامید میشه، اون نیرویی که براندازه عمدتا خارجه، زوری نداره برای داخل. مگر آمریکا بیاد 1 میلیون نیرو وارد داخل ایران کنه که اصلا منتفیه؟ اگه حمله نظامی موقت صورت بگیره، شورش ها قابل سرکوب. بسیج برای سرکوب شورش های مردمی است، عین جیش شعبی صدام. شما باید دقت کنید، اگر
من گفتم من خودم به شدت انتقاد دارم به رفتار اصلاح طلب و حتی آقای خاتمی، چون با آقای روحانی از این سرمایه اصلاح طلبی هم بسیار بد استفاده کرد و آقای خاتمی هم فشل کرد. ولی فشل بودن اصلاح طلب ها که کاملا درسته به این معنا نیست که برانداز ها میاد. آقای خاتمی داره انذار میده، ولی آقای خامنه‌ای به همه این افراد داره میخنده. میدونید چرا؟ آقای خامنه‌ای به مناسبات منطقه، ببینید الان ایران تو منطقه میخوام باش معامله کنم، رو موشک معامله کنم، به جمهوری اسلامی ترامپ نمیگه بیا برو. بحث اینه، ببینید ما قرار بود یعنی که آقای رحمانی فهمید استراتژی آقای خامنه‌ای جواب داده دیگه نه؟ بله، به نوعی موقت و این فاجعه است برای ایران. چرا؟ توسعه عقب افتاده. ببینید آقای خامنه‌ای برای منافع خودش فعلا کپکش خروج میخونه، ولی این تاکتیکی است. ایران دستاوردهای تاکتیکی در منطقه به دست آورده. این دستاوردها طوری که قابل اجماع نیست، اتحادیه اروپا نمیفهمه. ما برای که موفق بشیم باید میتوانستیم آقای خامنه ای عقب بزنیم. ما نتوانستیم آقای خامنه ای عقب بزنیم با خروج ترامپ از برجام، آقای روحانی هم دستش رفت بالا. در حال حاضر آقای خامنه ای نه به حرف سعید حجاریان میره، نه به حرف تاج‌زاده میره، نه به حرف روحانی میره. کی میرفت آقای رحمانی؟ واقعا اگر که اگر اصلاح طلبها خودشونو گول نزنن، آقای خامنه ای کی به حرف اصلاح طلب ها واقعا گوش داد؟ در اون رأیه، اون رأیه سال 1376 آقای خامنه ای ناچار بود با اصلاحات یه مقدار کنار بیاد. ببینید وزرای آقای خاتمی با وزرای آقای روحانی، هیچ وقت آقای خامنه ای کوتاه نیومد. نرمش میکنم، نرمش یعنی بازی، همین هم ممکنه مقابل آمریکایی‌ها نرمش کنه. فعلا آقای خام، ببینید سیاست توازن قوا، قانون اساسی سراسر اشکال هم اگه داشته باشه بحث توازن قوا. شما ما در داخل توازن قوا الان به نفع آقای خامنه‌ای تغییر پیدا کرده. به نظر من براندازان تو پات گل به آقای خامنه‌ای میدن. براندازی که توان براندازی نداشته باشه پات گل میدهد به آقای خامنه‌ای. اگر آقای خامنه‌ای اینطور که شما میگید دست بالا رو الان داره، براندازا هم به هر حال بیرون نشستن، به قول شما دارن پات گل میدن به او، آقای قلی‌پور چه نیازی هست که اینقدر کار فرهنگی بشه برای جا انداختن این قدرت؟ این کارهایی که داره میشه کار فرهنگی است برای اینکه تصویر جذابی از این اتفاق داده بشه، ارائه بشه دیگه، درسته؟ فکر می‌کنید چرا لازم هست؟ سریال گاندوه یا بله. برای اینکه برای عموم مردم یک تصویر داده بشه از یک جماعتی که جماعت بسیار تو این سریال خیلی ها اعتراض کردن ظرف روزهای گذشته که به هیچ عنوان رفتار مثلا ماموران امنیت سپاه وقتی میرزن تو خونه های مردم اینجوری نیست که تو این سریال نشون داده شده، یا اینکه مثلا چه می‌دونم خیلی چیزای دیگه‌اش رو گفتن که منطبق با واقعیت نیست. اما اون تصویری که شما در این سریال می‌بینید تصویر بسیار جذابی هست از یک تعدادی جوان بسیار مؤدب با سواد علاقه من به مملکت که دارن جون جون برکف میخوان مثلا مملکت رو نجات بدن. بنابراین به نظر شما چه این کار فرهنگی لازمه اگر که الان به هر حال سپاه و آقای خامنه‌ای دست بالا رو دارن؟ ببینید هر حاکمیت یا هر دولتی در واقع بی نیاز از به قول آقای رئیسی پرپکانی نیست، بی نیاز از تبلیغات نیست، بی نیاز از در واقع پمپاژ و القاء چیزهایی که اموری که میخواد به افکار عمومی القا کنه بی نیاز نیست. جمهوری اسلامی هم با توجه به بحث هم حاکمیت سپاه و بیت رهبری هست، با توجه به پول هنگفت و امکاناتی که داره، قطعا از این سیاست ها و از این برنامه ها برای تبلیغاتش استفاده میکنه. ایرنا در واقع این نکته که میخوام بگم در دقیقا بحثیه که در واقع مربوط به سوال شماست. ایرنا یک نظرسنجی انجام داده در مورد واکنش کاربران توییتر به سریال گاندو، فکر میکنم امروز صبح منتشر شده. جالب این که 27% کسانی که در توییتر توییت کردن از دولت روحانی بابت اینکه بسترهای نفوذ رو فراهم کرده انتقاد کردن. یعنی 27% توییت های فضای فارسی مربوط به موضوع انتقاد از دولت در زمینه جاسوسیه. تقریبا 23% از توییت ها هم مربوط به انتقاد از سریال گاندو و حمایت از در واقع دولت آقای روحانیه.
و در حدود 22% هم حمایت از سریال گاندو. یعنی ما اگر موافقین سریال گاندو در توییتر رو بخوایم جمع بزنیم، رقمی هول و هوش 49% کسانی که حالا یا ارتش سایبری هن یا عضو گروه سراج هن یا در واقع کاربرهایی هستن که با انواع اقسام حیله ها وارد توییتر شدن و دارن تولید محتوا میکنن، 49% در واقع از سریال دفاع کردن، که در واقع این بیشتر به نظر مثل یک دست کم در حوزه در توییتر بیشتر به نظر میسه که با واقعیت سازگار. خبرگزاری جمهوری اسلامی به هر حال خبرگزاری دولت هست و دولت هدف انتقادای این سریال هست. بله، اما در واقع نتیجه نظرسنجیش در واقع نشون میده که سریال گانده دست کم در توییتر در واقع از اقبال حالا با خوبی برخوردار شده. این سریال در واقع من یک نکته تام دوستان اشاره کردن، این سریال در دوره‌ای ساخته شده که سپاه، اگر ما قائل باشیم که سپاه بودجه مؤسسه آوینی رو میداده و مؤسسه آوینی همین فیلم رو ساخته و پخش کرده، این سریال در دوره فرمانده آقای جعفری منتشر شده یعنی ساخته شده، اما پخشش در دوره فرمانده آقای سلامی. اگر ما قائل باشیم که پشت این سریال سازمان اطلاعات سپاه بوده یا سپاه بوده، یک پیام مشخص به دولت آقای روحانی میده که با تغییر فرمانده جدید هیچ اتفاقی نیفته. این یه نکته. نکته بعدی این که کارگردان این سریال اعلام کرده که ما 12 سریال مشابه گاندو در دست ساخت داریم. 12 سریال مشابه. بله. به صراحت هم اعلام کرده که پرونده های این افراد روی فرد هم میخوان کار بکنن. احتمالاً سوژه بعدی آقای نظرزاکا خواهد بود، احتمالاً سوژه بعدی آقای نمازی خواهد بود. گفته شده که حدود 7 میلیارد هم هزینه ساخت این سریال بوده و کارگردان دفاع کرده، گفته خیلی هم مبلغ بالایی نیست. بذارید من این بحث رو ببرم روی در واقع وضعیتی که الان در منطقه هست. آقای مهدوی آزاد، به هر حال ایران و آمریکا در یک تقابل روزانه با هم تقریبا قرار دارن، دائم بحث دوگانه مذاکره و احتمال جنگ و رویاروی نظامی مطرح میشه. بالا رفتن دست سپاه اگه اونطور که گفته شد واقعی هست، چقدر میتونه روی احتمال تقابل تاثیر بذاره؟ فکر میکنید آیا احتمال تقابل رو بیشتر میکنه؟ یه توضیح راجع به سوالات قبلی بدم. پرسیدید که چرا مثلا جمهوری اسلامی تبلیغات میکنه. ببینید، ساختار حکومت ایران یک ساختار میلیتاریستی است. تبلیغات در ساختارهای میلیتاریستی خیلی ارزونه. اگر اینطوری که میگن راست باشه، 7 میلیارد تومان هزینه این سریال شده باشه که به نظرم خیلی بیشتر شده، اما 7 میلیارد تومان این نصف قیمت یه دونه موشک کروزی که ایران در مانورهاش استفاده میکنه. برای ساختارهای میلیتاریستی نظامی که مانورهای نظامی انجام میدن، چند تمام بودجه در واقع مثلا بخش سینمای کشور ممکنه هزینه یه مانور نظامی باشه. برای این پول زیادی مصرف نمیکنن، دستاوردهای بزرگی هم در مقابلش دارن. زمین که اینو بگم، چون من میفهمم این سریال داره میره به سبک برنامه‌های هویت وزارت اطلاعات در دوران قبل از دوران قطعه زنجیره‌ای داره تبدیل میشه. من شنیدم که در واقع تهیه کننده این برنامه مشتبه امینی تهدید کرده که ما بخشای بعدیشو میسازیم، گفته خودتون اصلاح کنید اگه نه موضوع خواهید شد. در واقع یه نوع گروکشی، یه نوع حاکم کردن خفقان در سطح مدیریتی کشور. اما آیا تأثیری داره بر تند شدن فضا در خلیج فارس، در واقع در سیاست خارجی ایران، در سیاست منطقه ایران؟ تصور نمی‌کنم سرکار خانم قاضی‌زاده. این برنامه مخاطبش مشخصاً سیاست داخلی ایران هست، مشخصاً توجیه کردن بخش بزرگی از مردم هست، افکار عمومی هست که اولاً مردم آقای خامنه‌ای راست میگفت، آدم خوبه قصه بود، نفوذ مسئله جدی بود، رابطه با آمریکا فایده نداشت و بعد دخالت‌های سازمان اطلاعات سپاه، ایستادگیش مقابل دولت، بازداشت فعالان محیط زیست، بازداشت تلگرامی‌ها، برخورد با دو تابعیتی‌ها چیزی بود حافظ منافع ملی، امنیت کشور. ما کشور نجات دادیم، بنابراین از ما حمایت کنید. تصور نمی‌کنم تأثیری در سیاست خارجی ایران داشته باشه. علاوه بر اینکه اون بخش سیاست خارجی ایران، مثلا سپاه قدس سردار قاسم سلیمانی، در سلسله مراتب
سپاه پاسداران در صدر سازمان اطلاعات، بالاتر از سطح سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا تهیه کنندگان این برنامه قرار میگیرن. برای این در سقف خودش یک برنامه تبلیغاتی است با هدف ارعاب بخشی از جامعه، ارعاب دولت و قانع کردن بخش دیگری از جامعه در مورد دخالت‌های مکرر سازمان اطلاعات سپاه. آقای یوسفی، نظر شما چی است؟ من عرض کنم که قصد من این نیست که در واقع راجع به این برنامه تبلیغاتی یا حالا این سریال صحبت بکنیم. من کلن میپرسم آقای یوسفی، اگر اونطور که آقایون گفتن و شما هم اشاره کردید، سپاه دست بالا رو در سیاست مملکت سالهاست داره، الان میشه گفت بلا منازع داره، آیا این تأثیری روی سیاست خارجه مملکت میگذاره، این که ایران با آمریکا بیشتر به سمت تقابل بره یا به سمت گفتگو؟ نظر شما چی؟ نظر من که همینه، یعنی این سریال در همین راستا ساخته شده. شما حالا آیه مهدوی آزاد تصور حالا نکنه برای جامعه، حداقل برای نیروهای میدانی خود حاکمیت که اینو فضا سازی رو بتونه بکنه که اون چرا که در رابطه با پروژه نفوذ و اینکه منجر به یک برجام استعماری میشه، این سریال در این راستا ساخته شده و اینکه ایران بیاد بیرون از این، یا حالا ترامپ دست زودتر پیش گرفت و بیرون آمد، این رو اگر ایران دیگه برای موضوع بشه توجیه داشته باشه که خب این پیمانی بوده که جاسوس‌ها و نفوذی‌های غربی این رو تحمیل کردن. و اما همین مسئله خب میتواند فضای جنگی و فضای التهاب رو در منطقه بالاتر ببره. الان وفق تحلیلی که من خودم دارم، این فرستاده آقای مکرون که آمدن ایران با دست خالی باز برگشتن و چون سازکار مالی انتکس اصلا جواب نمیده و تو فروش نفت ایران به زیر 180 هزار تا رسیده و این حتی هزینه تولید نفت رو هم دیگه نمیتونه بده. امسال که قرار بود سالی 20 میلیارد دلار وارد صندوق ذخیره ارزی کشور بشه، صندوق توسعه تعاون ملی بشه، کاملا متوقف شده و الان در تمام استانهای کشور استانداریا بخشنامه دادن که تحت هیچ شرایطی شما حق ندارید که آرد و گندم رو بین استانهای خودتون، استانهای مجاور خرید و فروش بکنید، چون که ممکنه ما با کمبود نان و قحطی به یک نوعی مواجه بشیم. اما در رابطه با این مسئله به نظر من تحریم ها به گونه ای الان چیدمانشون داره بالا میره و دوزشون داره بالا میره که حاکمیت راهی جز این نداره که با یک تقابل مقطعی هم حتی اگر شده 4 تا 5 تا بزنه، 20 تا هم بخوره و بعد بگه در این مقابله نظامی به هر حال من یک کار حسینی کردم، الان وقت مثلا کار حسنی هم هست. آقای رحمانی، اگر خیلی کوتاه فقط به ما بگید، ما ظرف سالیان گذشته همواره این رو داشتیم که در دوره انتخابات حکومت با ایجاد دوگانه اصلاح طلب اصولگرا تونسته مردم رو بیاره سر صندوق‌های رأی. اگر تا این حد دارن اصلاح طلبا رو در موضع ضعف و در واقع به نوعی نابودی میگذارن، در انتخابات آتی میخوان چه بکنن؟ ببینید این هنوز معلوم نیست، ولی به نظر من دیگه آقای خامنه ای به یک مشارکت پرشور احتیاج نداشته باشه. ببینید آقای خامنه ای گفتم صبح بلند میشه به منطقه نگاه میکنیم و تو توازن قوا منطقه تو انتخابات که 40% 50% مردم هم میان پای صندوق که معمولا به علل گوناگون میان، مشارکت وقتی 70% برسه اونا میبازن، خب 35-45% شاید اینا قانع کنه. هنوز برای انتخابات زوده. و یک نکته من میخوام بگم، آقای خامنه ای مهم اینه که ببین از اول هم میگفتن روحانی یعنی نفوذ، اینا اومدن مقال نفوذ دادن، اینا معتقدن اگر ببین بازی اطلاعات سپاه سال 79 به من گفت ما همه مشارکتچی ها رو میاریم، قسم جلاله خود به من گفت همه رو میاریم زندان مثل شما. خب بعد که من 88 گرفتن گفت به خاطر 11 سپتامبر نیاوردیم، ولی الان همشون رو گرفتیم، ما 88 همه رو گرفتن دیگه، اصلا کاری هم نداشتم به مسئله. متشکرم آقای رحمانی، متاسفانه به این خاطر شما دقت بکنید اینا داخل میخوان داشته باشن. بل. حالا تا انتخابات به نظر من زمان زیاده، باید چی ممنونم از شما آقای رحمانی، وقت تمام شد. ممنونم آقای رحمانی، آقای یوسفی، آقای مهدوی آزاد و آقای قلی‌پور، متشکرم که در این بحث شرکت کردیم و ممنونم از شما که همراه صفحه دوی آخر هفته بودید. شب و روزتون خوش.